به قرآن محمد من تو انتخابات شرکت نخواهم کرد. بس بدون برای خودم نمیگم، اما مردم شما رو به خون شهدا این دفعه درست انتخاب، شما رو به پیر، به پیغمبر، به شرفتون، به این خاکی که 230,000 تا شهید داده، تو رو پیر، تو رو به پیغمبر، آدم متخصص، آدم بفهمه یارو داره چیکار میکنه، سر در بیا با دو قرون اقتصاد بفهمه اون کسی که میخواد بیاد سیاست های کلان اقتصادی رو تصویب کنه تو مجلس، بفهمه، سر در بیاره، چون فامیل منه الزاماً دلیل نمیشه بفهمه، چون هم خون منه دلیل نمیشه بفهمه، چون به من نهار داده دلیل نمیشه بفهمه. به خدا من و شما با این انتخاباتمون تو اون بدبختی که از سر نداری به فحشا میفته، به کسافتکاری میفته شریک، به خدا ما رو به سلابه خواهم کشیدن بابت اون بچه‌ای که سر چهار راه وای میسته شروع کنه فال فروختن، با این بی تفاوتیمون بابت چیزای بی اهمیت، اهم و مهم قاطی کردیم، نسبت ها رو به هم میدیم، داریم چیکار میکنیم؟ ما باید پاسخ باشیم. الان هم اگه اینو یه ما پی قبل از مجلس بهمن میومدم حرف میزدم میگفتیم برای انتخابات، گفته نه به قرآن قسم من تو انتخابات نمیخوام بیام، اما خب به مردم میخواهیم گفت آقا اسمم کاری نداریم باشیم، آبیا بسم الله، شاید هم یه روز گفتیم واسه اسمم بردیم نمیدونم، میای میگیم این شاخصا مردم هر کی آقای نماینده با اینا جور باش، ما مخلصیم، با چپ و راستت هم من کاری ندارم، میخوای اصلاح طلب باش، میخوای اصولگرا باش، میخوای وصولگرا باش، میخوای نمیدونم چی باش، به من چه ربطه، تو اینا رو قبول کن، تو قبول کن به محض اینکه اومدی تمام اموال و داراییات رو شفاف کنی بذاری اینجوری خودت و زن و بچت، یک قرون یه جا پیدا کرد یه نفر، تو بی شرفی به مردم لو خواهند داد. بیا قول بده، بیا قول بده مثل بقیه مردم بچه‌ات رو بفرستی مدرسه دولتی، نه غیر انتفاعی 30 میلیون تومان، بیا قول بده تو منطقه عادی مردم زندگی بکنی، اگر خونه سازمانی بهت دادن مال عیبی نداره، امنیت میخوای داشته باشی عیبی نداره، بیا قول بده یه ماشین سوار شو مثل بقیه مردم، بیا قول بده مثل اون کسی که 4 سال رفت جنگید، 5 سال رفت تو سوریه جنگید، من قبل اینکه اینجا بیام اینو رفتم خونه شهید مدافع حرم، پدر خانم شهید داره میگه یکی از ویژگی های داماد من این بود که تو سوریه هم میرفت سراغ یتیمای سوری، یتیمای برادران اهل سنت سوریهی، میرفت خونهشون کمک میکرد، اینو داشت در حالی میگفت که یتیم همون بچه فاطمه ساداتش داشت جلو من تو خونه میچرخید، ما مدیون ایناییم. چجوری اینا رفتن جنگیدن؟ بسم الله، بیا عهد کن، تعهد کن، 4 سال بگو منم میخوام، نمیخوام بری به جنگ تیر بخوری، میخوام بری روی صندلی بشینی دکمه فشار بدی، بعد میگم بیا به خاطر مستضعفین و مردمی که امروز درگیرن بیا بگو من حقوق بالا 4-5 میلیون نخوام، نگه حقوق 50 میلیون 60 میلیون، اگه دادن بگو آقای رئیس مجلس بنده اعلام میکنم بقیه حقوقم برگرده به بیت المال، من میخوام با این مردم هم دردی کنم. کسی درد این مردم رو میفهمه؟ کسی درد این مردم رو میفهمه که درد لاین درد ها زندگی احساس سوختن به تماشا نمی شود، آتش بگیر تا بدانی چه می کشم.